به نام خداوند بخشنده مهربان. آداب و حقوق عمومی مجتمع و تأثیر آن بر رفاه، تقدم و ساختار تمدنیان. ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ترجمه: بگو به تحقیق پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است، دین درست و پا بر جا دین حنیف ابراهیم حق پرست که از مشرکان نبود، و گواهی می دهم بر این که نیز معبود بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. در حدیث می فرماید: پروردگارم مرا نیک ادب داده است. اسلام با نظام و روش کامل آمده که رابطه انسان را با پروردگارش و رابطه او را با مردم و رابطه او را با تمام جهان تنظیم می کند، و شریعت اسلامی مملو از نظام و آداب عمومی است که بر ترقی، رفاه و پیشرفت جامعه سهم می گیرد. از آن جمله ادب اجازه خواستن است که اسلام اجازه خواستن را مشروع گردانیده و از جمله آداب اسلامی قرار داده که به هر فرد جامعه خصوصیت و ویژگیش را می دهد. چنانچه خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد خانه های جز خانه های خود نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است باشد که پن بگیرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم آداب و روش اجازه خواستن را به ما تعلیم داده است. از آداب آن در نخست باید کسی که اجازه می خواهد به سلام آغاز نماید و نام خود را بگوید، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه بود، مردی از او اجازه دخول خواست و چنین فرمود: آیا داخل بیایم؟ پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به خادم خود گفت: نزد این مرد برو و روش اجازه خواستن را به او یاد بده و برایش بگو در نخست السلام علیکم بگوید، و سپس بگوید: آیا اجازه هست داخل خانه بیایم؟ پس آن مرد آنچرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شنید و گفت: السلام علیکم، آیا اجازه هست داخل خانه بیایم؟ سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اجازه داد و او را وارد خانه کرد. جابر رضی الله عنه می گوید: نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم و دروازه را کوبیدم، پس فرمود: این چه کسی است؟ گفتم: من. فرمود: من گویی که چنین روش را زشت پنداشته بود. برخی دیگری از اجازه خواستن فرو گرفتن چشم از نگاه کردن به درون خانه و نه استعادن روبروی دروازه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: اجازه خواستن تنها به خاطر چشم انداختن است. و از سعید بن عباده رضی الله عنه روایت است، او روزی در حال اجازه خواست که روبروی دروازه ایستاده بود، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت: در حالی که رو در روی دروازه ایستاده هستی اجازه می خواهی؟ روایت است هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم می خواست اجازه ورود به خانه را بگیرد، هیچگاه رو در روی دروازه ایستاد نمی شد، بلکه طرف راست یا چپ دروازه ایستاد اجازه می خواست و یا بر می گشت. و برخی آداب عمومی که اسلام بر آن تشویق نموده است، آداب راه‌ها و اماکن عمومی می باشد. اسلام برای رای حقوقی قرار داده که باید ادا شود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: از نشستن در راه‌ها بپرهیزید،
گفتن ای رسول خدا، چرا نباید براها بنشینیم در حالی که ما سخن میگویم، یعنی کار زیانباری انجام نمیدهیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر ناچار باید بر سر راهای بنشینید، باید حق آن را نماید. گفتن حق آن چیست؟ فرمود فرو بستن چشم از دیدن محارم، پرهیز کردن از آزار و اذیت دیگران، پاسخ دادن سلام، امر به معروف و نهی از منکر. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری می فرماید ایمان 70 و چند یا 60 و چند شعبه و بخش دارد، پس بهترین آن گفتن لا اله الا الله و ادنای آن دور کردن اشیای مضر از سر راه می باشد و حیا یکی از بخش ها و شعبه های ایمان است. پس لازم است کسی که راه یا اماکن عمومی را استخدام می کند نباید صدای خود را بلند نماید یا به صدای بلند دلخراش سخن بگوید و نباید به صدای اخلالگر خنده کند و نباید پلیدی ها و زباله خود را به راه بیندازد، بلکه باید آن را در جاهای مخصوص آن بگذارد، بلکه باید هر چیزی مضر را از راه دور نماید. همچنین نباید راه ها را بند نماید و بنابر ای با نظر اندازی یا گفتن الفاظ رکیک و حرکات ندرست باعث آزار و اذیت عبور کنندگان راه شود. و برخی از آداب همچنین آداب نظافت است. اسلام نظافت و پاکی کامل بدن، لباس و مکان را بخشی مهم و غیر قابل جدایی از شریعت اسلامی قرار داده است، طوری که باید مناسب حال و رفتار انسانی و ارزش های تمدنی بوده باشد. بناهن اسلام بر شماری از آداب و رفتارها تشویق می نماید که باعث نظافت و پاکی و زیبایی انسان می شود و هیچ کسی از او نفرت نمی کند. خداوند متعال مسلمانان را توصیف نموده که بر نظافت جان و پاکی ظاهر و باطنشان تلاش دارند، چنانچه می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: به راستی که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست می دارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا خداوند پاک است و پاکان را دوست می دارد و نظیف است و نظافت را دوست می دارد. همچنین می فرماید پاکی نیم ایمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی جولیده موی را دید که موهایش پراکنده است، فرمود آیا این شخص چیزی پیدا نکرده تا با او موی خود را جمع و آرام می نمود؟ و مرد دیگری را دید که لباس های پلید در تن دارد، فرمود آیا این شخص آبی نیافته تا با آن لباس خود را می شست؟ همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم بر نظافت دندان ها تشویق نموده است تا باعث بدبوی دهان نشود و دیگران را اذیت نکنند، طوری که می فرماید اگر بر امت هم یا بر مردم مشاغت نمی شد حتما آنها را به مسواک نمودن در وقت هر نماز امر می کردم. و برخی دیگری از آداب همچنین آداب گفتگو می باشد، چون گفتگو یکی از وسایل شناخت و تصحیح مفاهیم است. در واقع اسلام دروازه گفتگو میان همه مردم را گشوده است تا باشد بدون سختی و قیود به حقیقت و هدایت برسند، لیکن باید گفتگو دور از طعن و عیب جویی و مسخره و حقارت کردن دیگران بوده باشد. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد با آنها طور نیک و پسندیده برخورد کن. همچنین می فرماید و با بندگانم بگو با یک دیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد، بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد می کند، براستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچگاه مسلمان طعنه زن نفرین کننده از اشکار و پس فطرت نمی باشد، پس باید گفتگو به صورت بهتر و پسندیده و استوار بر پایه های دانش، بی‌طرفی و مطابق مقتضای حال بوده باشد. از آن جمله متأکد شدن بر صحت اخبار و تفکر و دقت پیش از نقل آن می باشد. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برساند، آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید دقت و تفکر از طرف خداوند و عجله از طرف شیطان است. همچنین می فرماید تأنی و درنگ در همه چیز خوب است مگر در عمل آخرت. همچنین می گوید همین دروغ انسان را کافی است تا هرچی آن را که می شنود به دیگران انتقال بدهد.
و برخی دیگری از آداب عدم انتقال و تکرار شایعه و عدم پذیرش آن است، زیرا در انتقال آن کمک بر ترویج و نشر آن می باشد، چون شایعات وقتی زبانها آن را تکرار نماید و گوشه ها به فرا داده شود و دلهای آن را بپذیرد و تصدیق نماید بیشتر ترویج می شوند. خداوند متعال می فرماید زمانی که آن شایعه را از زبان یک دیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می پنداشتید، در حالی که آن نزد الله بسیار بزرگ است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد و هیچگاه همسایه خود را اذیت نمی کند و کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد مهمان خود را اکرام و احترام می نماید و کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد پس یا سخن خیر و نیک میگوید یا خاموش می باشد. و برخی دیگری از آداب عمومی که اسلام آورده است آهسته سخن گفتن است، به این معنی که نباید انسان به حضور کسی که از او بزرگتر است صدای خود را از اندازه عادی بلند نماید. در وصیت نامه های لقمان حکیم چنین آمده است، طوری که خداوند متعال حکایت می کند: و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن، زیرا زشت‌ترین صداها صدای خران است. خداوند متعال کسانی را توصیف نموده که صدای خیش را بلند نمی کند، با ویژه به حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، چنانچه می فرماید: بیگمان کسانی که صدای خود را نزد رسول الله پایین می آورند آنها کسانی هستند که الله دلهایشان را برای تقوا آزموده و خالص گردانیده است، برای آنها پاداش عظیمی می باشد. و برخی دیگری از آداب عامه رهنمایی کردن انسان راه گم است، با این معنی که او را به توصیف درست رهنمایی کنید و یا کسی را به او رهنما بفرستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید از نشستن به سر راه بپرهیزید. گفتن ای رسول خدا چرا نباید به سر راه ننشینیم در حالی که ما سخن می گویم؟ فرمود پس وقت ناچار باید به سر راه بنشینید، باید حق آن را ادا نماید. گفتن حق آن چیز؟ فرمود فرو بستن چشم از دیدن نامحرم، پرهیز از آزار و اذیت دیگر، پاسخ دادن سلام، امر به معروف و نهی از منکر نمودن و رهنمایی کردن انسان راه گمراه. ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است، و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله واحد، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، آداب عمومی مهم دیگری نیز هست که باید مسلمان با آن خود را از آراسته بسازد. برخی آنها فریاد رسی انسان مجبور است. اسلام این وظیفه را از بزرگترین اعمال و عزیزترین نزدیکه ها به خداوند متعال قرار داده است. از ابی ذر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ده هر روزی که آفتاب طلوع می کند بر بالای هر نفس بنی آدم صدقه است. گفته شد ای رسول خدا مال را از کجا کنیم تا هر روز صدقه نماییم؟ فرمود بیگمان دروازه های خیر بسیار است، تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل و امر به معروف و نهی از منکر، همه کار خیر و صدقه هستند. همچنین دور کردن اشیاء مضر از راه، گوش فرا دادن به کار، راهنمایی کردن کور، راهنمایی کردن کسی که نیازمند است و تلاش کردن و رفتن به طرف کسی که مجبور است، برداشتن بار انسان‌های ضعیف، همه صدقه نفس انسان است. و برخی دیگری آن همکاری کردن ناتوانان و معیوبان و کسانی که دارای نیازمندی ویژه میباشند، زیرا تکامل و همبستگی اجتماعی پیش از فقیر منفعت ثروتمند است تا توازن اجتماعی در زندگی برقرار شود. طوری که امام علی رضی الله عنه می فرماید خداوند متعال روز فقرا را بر اموال ثروتمندان فرض نموده است، بس هیچگاه فقیری گرسنه نمی ماند مگر که ثروتمند بخل ورزد. و خداوند متعال از این موضوع ثروتمندان را مورد بازپرس قرار می دهد. و برخی دیگری آن احترام گذاشتن به بزرگان می باشد، پس باید خور دان قدر و جایگاه بزرگان را بشناسند، و بزرگان مامور هستند تا با اطفال مهربان باشند و با آنها با نرمی و مهربانی رفتار نمایند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی مسلمان بزرگسالی را احترام نماید، خداوند متعال کسی را موظف می کند تا او را در سن بزرگسالی احترام نماید. این آداب از مظاهر بزرگی و مهربانی و تحمل و عدل و انصاف اسلام و اهتمام آن به بشریت می باشد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم احترام بزرگسالان و حامل قرآن و حاکم عادل را از مظاهر احترام و اجلال خداوند متعال گردانده است. چنانچه می فرماید همانا احترام مسلمان بزرگسال، حامل قرآن و حاکم عادل از جمله اجلال و عظمت خداوند متعال است. همچنین می فرماید کسی که با صغیر ما مهربان نباشد و بزرگ ما را احترام نکند و امر به معروف و نهی
نهی از منکر ننماید از مانیس در که درست سماحت و تحمل اسلام چونین می فهماند که برای احترام بزرگسال مسلمان بودن او شرط نیست، چون در حدیث روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اهل بیت یهودی بزرگسال صدقه می نمود. همچنین حضرت عمر بن عبدالعزیز به والی خود در بصره می نویسد: ببین اگر در شهر تو کسی از اهل ذمه سنش بزرگ شده و قوتش ضعیف گشته و نمیتواند کار کند، پس از بیت المال مسلمانان به او بپردازد و نیازمندی او را برآورده بسازد. و برخی از حقوق مجتمع بر فرزندان آن این است که باید منافع و مصالح عمومی آن را حفظ نمایند. اگر ما به طور نمونه قضیه زیادت سکانی و افزایش شهروندان را مد نظر بگیریم، بر دو موضوع تاکید می نماییم. نخست، برخی ها به خود می نگرد اگر تو توانمند و ثروتمند بوده باشد، بس باید بداند که توانایی و ثروت تنها توانایی مادی نیست، بلکه هم توانایی مادی و هم توانایی تربیتی و معنوی و آنچه که شامل همه بخش های رعایت و عنایت می شود نیز می باشد. دوم، در واقع کم توانمند بهتر از زیاد ضعیف و ناتوان است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد ناتوان را به کف روی دریا تشبیه نموده، زیرا حالات تبد و استثنایی که برخی کشورها دچار آن هستند و نمی توانند خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش و زیربنا را تقدیم جامعه خود نمایند به سبب ظروف بی‌نظم و بدون جلوگیری و تنظیم خانواده ها می باشد، چون این بی‌نظمی باعث این می شود که زیادت شهروندان مانند کفرویی آب دریا بوده باشد. و هر انسان عاقل می داند هر گام میان کیفیت با کمیت تعرض واقع شود، جانب کیفیت ترجیح داده می شود نه کمیت، زیرا کمیت بی کیفیت هیچ دردی را درمان نمی کند. در این جاست که دانسته می شود که کم با کیفیت و قوی هزار و یک بار بهتر از زیاد بی کیفیت و ضعیف است، زیرا زیادتی که باعث ناتوانی، جهالت و پسمانی از کاروان تمدن و تقدم می شود و بار دوش دولت می باشد و دولت بنابر کمی امکانات و مواردش نمی تواند از عهده مسئولیت آن برآید. این چنین زیادت را پیامبر صلی الله علیه و سلم به کف روی آب دریا تشبیه نموده است، چون این زیادتی است که باعث ضرر می شود نه منفعت.